مجاهد خلق رحیم میردریگوند دانشجو، سن 25 سال، شهادت در جریان قتل عام 1367. همچنین یاد می‌کنیم از مجاهدینی که از خرم‌آباد به ارتش آزادی بخش ملی ایران پیوسته و در عملیات کبیر فروغ جاویدان جان خود را فدای آزادی خلق و میهن کردند. مجاهد خلق اسماعیل عزیزی زاده، سن 18 سال، شهادت در جریان عملیات کبیر فروغ جاویدان. او در درخواست خود برای پیوستن به ارتش آزادی بخش چنین نوشته است: وقتی که همه پرچم‌های پوشالی با عناوین مختلف به پرچم تسلیم و زبونی تبدیل می‌شوند، پرچم مقاومت و شرف بایستی که در اهتزاز بماند. مجاهد خلق ابراهیم فرجی جویی، 29 ساله، از پرسنل انقلابی ارتش، شهادت عملیات کبیر فروغ جاویدان. مجاهد خلق خسرو فولادوند، سن 28 سال، شهادت در جریان عملیات کبیر فروغ جاویدان. مجاهد خلق قدرت الله لرستانی، سرباز وظیفه که خدمت زیر پرچم خلق را برگزید و به صفوف رزمندگان ارتش آزادی بخش پیوست و در جریان عملیات کبیر فروغ جاویدان به شهادت رسید. مجاهد خلق سیامک ماسوری، سن 27 سال، شهادت در جریان عملیات کبیر فروغ جاویدان. مجاهد خلق حسن ماهرویی، تراشکار، سن 23 سال، شهادت در جریان عملیات کبیر فروغ جاویدان. مجاهد خلق رضا محمدی، سن 19 سال، شهادت در جریان عملیات کبیر فروغ جاویدان. مجاهد خلق بهجت مصطفایی، سن 25 سال، شهادت در جریان عملیات کبیر فروغ جاویدان. در قسمتی از وصیت‌نامه خود چنین نوشته است: مطمئن هستم مجاهدین تا آخر در مقابل رژیم خمینی ایستاده و مقاومت خواهند کرد. این برنامه را با یاد مجاهد خلق پروین معینی چاقروند به پایان می‌بریم. این مجاهد قهرمان در جریان عملیات فروغ جاویدان در حالی که مجروح بود به اسارت مزدوران درآمد و بعد از مدتی به شهادت رسید. مجاهد شهید پروین معینی چاقروند هنگام شهادت 29 ساله بود. هموطنان عزیز، یاد شماری از شهیدان مجاهد خلق از خرم‌آباد را گرامی داشتیم. این برنامه برای گرامی داشت یاد سایر ستارگان کهکشان شهیدان ادامه دارد.